به نام خدا، اینجا استدیو هوم فیکس اسکیله. اگر به تازگی وارد منزل جدید شدید و میخواین درب منزل با کلیدهای جدید باز بشه و یا مغزی قفل درب منزلتون خراب شده و میخواین اون رو عوض کنید، این آموزش رو تا انتها دنبال کنید. تو ابتدای کار میریم سراغ دربهای معمولی. برای باز کردن مغزی این در ابتدا نیاز هست که قابی که روی این قفل بسته شده رو باز بکنیم. این قاب دو تیکه‌ای هست و قسمت اول رو به این صورت باز می‌کنیم و پشت این قاب هم قاب دیگه‌ای با دو تا پیچ بسته شده و ما اونها رو هم باز کردیم. برای این کار کافی است که قاب یک طرف رو باز بکنیم. بعد از اون میریم روی لبه در و این پیچ نسبتاً بلند رو که مغزی قفل رو نگه داشته باز می‌کنیم. این پیچ معمولاً در راستای مغزی قفل در کناره در بسته شده. بعد از باز کردن این پیچ مغزی آزاد میشه و با ضربه زدن از یک طرف به راحتی خارج میشه. این مغزی ها در اندازه های مختلف وجود داره و نیاز هست اندازه مغزی که تهیه می کنید به درب منزلتون بخوره. در نهایت به این صورت مغزی جدید رو سر جاش می بندیم. موقع بستن مغزی نیاز به حوصله بیشتری هست، چون باید این پیچ داخل درب دقیقاً در این قسمت از مغزی بسته بشه. خب بریم سراغ باز کردن مغزی قفل یه در ضد سرقت. تو اینجا هم قاب و دستگیره بر روی مغزی در بسته شده و نیاز هست اون رو باز بکنیم. این دستگیره با دو تا پیچ بسته شده. توجه داشته باشید که تو این مورد اگر دو طرف دستگیره در پیچ داشت، نیاز هست که این کار رو با دو تا پیچ گوشتی انجام بدید. یعنی با یه پیچ گوشتی پیچ یک طرف رو نگه دارید و با یه پیچ گوشتی هم پیچ طرف دیگری دستگیره رو باز بکنید، چون این پیچ ها از دو طرف در به هم متصل هستند و با چرخوندن پیچ از یک طرف پیچ طرف دیگه هم میچرخه. بعد از باز کردن این دو تا پیچ، دستگیره و قاب رو بر میداریم و کنار میذاریم. و بعد از اون میریم سراغ لبه کناری در و اون پیچ بلندی رو که در راستای مغزی قفل در بسته شده باز میکنیم تا مغزی قفل آزاد بشه. تو اینجا هم میبینید که اندازه این مغزی از مغزی که قبل از این باز کردیم بزرگتر هست. بعد از تهیه مغزی جدید، اون رو سر جاش قرار میدیم و پیچ مربوط به اون رو محکم میکنیم. در نهایت هم اهرم دستگیره رو داخل دستگیره قرار میدیم و بعد از اون دستگیره و اهرمش رو سر جاش به درستی داخل در قرار میدیم. خب به پایان این برنامه رسیدیم. اگه از آموزش هامون خوشتون اومد، ما رو دنبال کنید و در کنار سوالات و نظرهاتون از وسایلی برامون بگید که در منزل قابل تعمیر هست و دوست دارید آموزش تعمیرش رو داشته باشید. راستی یوتیوبی هم بعد از زدن سابسکرایب علامت زنگوله یادشون نره که بتونن به محض قرار گرفتن کلیپ آموزشی جدید اون رو ببینن.
تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.